حساسیت انتخابات ریاست جمهوری دهم خب بر همه شما برای همه شما روشنه. علتش هم مشخص هست که حالا در قسمت پایانی صحبت عرض میکنم. نگرانی و دغدغه‌ای که وجود داشت و خط قرمزی که برای نیروهای انقلاب وجود داشت این بود که مجدداً نیروهای مخالف انقلاب و ارزش‌های انقلاب که در دوران دوم خرداد فرصتی پیدا کرده بودند و در حاکمیت نفوذ کرده بودند اونها مجدداً روی کار بیان. توی این انتخابات و جریانات بعد از اون هم مشخص شد که اونها به چه دلیل این همه اصرار دارند که سپاه و بسیج تحت عنوان نیروهای نظامی نباید به هیچ وجه در انتخابات دخالت بکنن. نباید دخالت بکنیم تا اونها بتونن کار خودشون رو انجام بدن و مزاحمتی برای اونها سپاه و بسیج نداشته باشن. این شیب نگران کننده ای بود که همه تحلیل میکردن اگر به همین روند ادامه پیدا بکنه خب حتما انتخابات دو مرحله ای میشه و تو مرحله دوم هم معلوم نیست که نتیجه به چه شکلی میشه، که از اینجا یه مقداری تحلیل ها را سخت کرد و شرایط را پیچیده کرد، که هنوز هم خیلی از مسئولین، خیلی از خواص، برخی از علما حتی ابهام دارن نسبت به این اتفاقی که افتاده و بعضی ها هم اعتراض دارن هنوز. حسابی تنور انتخابات داغ شد و بالاترین میزان مشارکت هم میدونید که تو همه انتخابات ها مال این دوره بود. تا رسیدیم به خطبه های نماز جمعه حضرت آقا. توی این خطبه ها مشخص بود که حضرت آقا حتما موضع میگیرن و اون خطبه تاریخی که خوندن و در واقع بحث اعتراضات و تظاهرات خیابونی هم نهی کردن و تبعاتش هم به عهده خود اونها گذاشتن. بعد از اون دیگه طبیعی بود که ما نباید بگذاریم حتی این تظاهرات به قول خودشون آرام هم انجام بگیره. پیشبینی از قبل این بود که وقتی این برخورد میشه احتمالاً یکی دو روز دیگه باز تظاهرات ادامه پیدا بکنه، اما خب خوشبختانه با این برخوردی که بعد از روز شنبه و ممانعت و جلوگیری که به عمل اومد دیگه بعد از اون اتفاقی نیفتاد. دلیلش هم روشن بود، چون بیشتر اونهایی که در این تظاهرات شرکت میکردن از شمال شهر میمدن و اینها خیلی اهل تحمل سختی و به هر حال ایستادگی و اینها نبودن، کاملا این مشهود بود. دو اقدام بسیار اساسی و استراتژیک اثر گذاشت در این جمع کردن این ماجرا. یکی دستگیری های گسترده ای که توسط دستگاه امنیتی و بخشش هم سپاه انجام گرفت در لایه طراحان و ایده پردازان این ماجرا. اونهایی که ایده پردازی کرده بودند، طرح داشتند، روحیه میدادند و مدام تحریک میکردند به این کار، اونها یک دستگیری گسترده ای از اینها انجام شد. و بعد هم مقابله هایی که به صورت گسترده با حضور نیروهای مردمی بسیج و سپاه به کمک نیروی انتظامی و دستگاه امنیتی برای مقابله با این جریان انجام گرفت، از جمله مهمترینش هم همون برخورده یا جلوگیری در بعد از ظهر روز شنبه بود. این دو اقدام اساسی به اضافه قطع ارتباطات اینها، یعنی اختلال، ایجاد اختلال در ارتباطات اینها، چه شبکه های اینترنتی و شبکه های موبایل و اسمس و غیره، اینها تأثیر بسیار زیادی روی به هم ریختگی برنامه اینا داشت. یک نگرانی
در ستاد آقای موسوی ایجاد شد. خب بالاخره با این دستگیری‌های گسترده‌ای که انجام شد و بعد اینا فکر می‌کردن که خب این دستگیری‌ها بالاخره چند روزه است، موقته، ولی ادامه پیدا کرد و برخورد و ایستادگی قاطع مردم و دستگاه‌های امنیتی، نظامی، انتظامی هم مشخص شد. اینها جا زد.